بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدات المهديين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني يفقه قولي كلام در

عرض شد البته تمام فضائل آقا را نمی شود با این بیان قاصر و لسان الکن بیان کرده است از جمله فضائل و مناقب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که فریقین متفقن بر این قضیه اینکه آقا امیر المؤمنین احب الخلق الله تبارک و تعالی است محبوب ترین خلق خداست و شاهد بر این مطلب روایتی است که از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود عامه ذکر کردند در مستدرک صحیحین این روایت آمده است در ضمن یک جریانی را که عرض می کنم یحیی سعید از انس بن مالک نقل می کند که کنت و اخدم و رسول الله صلی الله علیه و عالی خدمت می کردم آ رسول اکرم را فقدم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرخ مشوی که کسی برای آقا رسول اکرم یک جوجه کباب شده ای را آوردن که در روایات دیگر ام ایمن بوده است برای آقا رسول اکرم تهیه فر... تحیف کردند و آوردن خدمت آقا رسول اکرم آقا رسول اکرم در اینجا میفرماید فقال اللهم اعتنی به احب به خلق که الیک یعکل و معی خدایا محبوب ترین خلق خودت را برای من برسان که در این عقل و در این خوردن با او شریک شوم یا و من هاز تیر از این پرنده با من شریک شود که بخورد انس ابن مالک میگد به اینکه که از بس که از این حرف خوشم آمد فقل تو اللهم هو رجلا من الانصار چون خود انس ابن مالک از انصار بود گو ای کاش خدایا میشد از انصار بیاد این فضیلت را کسب کند فجاء علی علیه السلام آقا امیر المؤمنین آمد دم در دق الباب کرد من رفتم دم در فقلت ان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم علا حاجت آقا مشغول کاریه نمیخواست علی ابن ابی طالب را راه را بدد چون مشغول کاریه آ امیر برگشت ثم جا است سپس آقا امیر المومنین دوباره اومد باز گفتم به این که ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاجتن مشغول کاریه دیگه الان وقت پذیرش مهمان را ندارد خب پیداست به این که انس میخواست او را رد کند سپس در مرحله سوم آمد اینجا دیگه آقا رسول اکرم فهمید قضیه از چه قراره فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم آقا رسول اکرم خودشون دستور فرمودن افتح در را باز کن بذار این شخص بیاد فدخل آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد خدمت آقا رسول اکرم رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم فرمود ما که علیه چی مانع شده است به اینکه زودتر نیامده ای پیش من فقال ان هذه آخر و ثلاث مرات این مرحله سوم است که من آمدم دم در آقا یرد انس انس مرا رد کرد یز ام انکه علا گمان میکرد به اینکه تو کار داری نفرمود که راست میگد جالبه فقال ما حملک علا ما سنعت اعتراض کرد به انس که این چه کاری بود تو کردی چرا محبوب ترین خلق خدا را رد کردیم تو یا رسول الله سمعتو دعاک دعای شما را شنیدم فأحببتو ان یکون رجلا من قومی دوست داشتم به این که از اقوام من کسانی باشند که این فضیلت را درک کنن آن رسول اکرم گفت فرمودند به این که خب بله علا القاعده است هر کسی قوم خودش را دوست می دارد. شما ملاحظه کنید این روایت شریفه را محبوب ترین خلق خدا پیش پیغمبر اکرم آ علی ابن ابی طالب است این یک طرف را داشته باشید ببینید آیا قابل مقایسه است با کسانی را که پیغمبر اکرم یا اصلا دوستشون نمی داشت یا بیتفاوت به نسبه به این قضیه این مدعا شاهد دارد بی خود حرف نمی زنیم. شیعه در مطالب خودش حتی در جزئیات مسائل برهان دارد برهان برای مطلب که غیر علی ابن عبی طالب از صحابه کسی نبود که به این مرحله برسد و پیغمبر اکرم او را دوست داشته باشد روایت دیگر است باز هم خود اصحاب عامه این روایت دوم را نقل کردن ابن عساکر نقل می کند از آیشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و, سلم، و هو فی بیتها پیغمبر اکرم در خانه آیشه بود لما حضره الموت موقع جان دادن آ رسول اکرم بود آ فرمود ادعو لی حبیبی محبوب مرا پیش من بیاورید قالت آیشه میگد فدعوت له ابابکر ابابکر را خواندم و گفتم به اینکه بیا پیش پیغمبر اکرم پیغمبر با شما کاری دارد نظر الی پیغمبر اکرم تا نظرش به ابابکر افتاد ثم وضع رأسه اون پارچه ای را که روی بدن مبارکش بود و سرش کشید نگاه نکرد اصلا پیغمبر اکرم به او ثم قال ادعو لی حبیبی دوباره پیغمبر اکرم فرمود حبیب مرا بخوانید و پیش من بیاید فدعو له عمر عمر را صدا کردن این دفعه فلما نظر الی تا پیغمبر اکرم نظرش به عمر افتاد وضع رأسه دوباره رو سرش یه چیزی انداخت اصلا نگاه نکرد به عمر مرحله سوم فرمود عد علی حبیبی حبیب مرا پیش من بیاورید اینجا دیگه آیشه حق بر زبانش جاری شد فقالت ویلکم ادعو له علی ابن ابی طالب برید علی ابن عبی طالب را صدا کنید فوالله ما یرید و غیره به خدا قسم غیر از علی ابن عبی طالب کسی دیگر مراد پیغمبر اکرم نیست او خودش میدانست به اینکه محبوب پیش پیغمبر اکرم علی ابن عبی طالب است تا اینجا را ملاحظه کنید پیغمبر اکرم محبوب خودش را کی بود که صدا کرد؟ ابابکر محبوب نبود. و الا این برخورد پیغمبر اکرم چجوری توجیه میشد؟ عمر محبوب نبود. و الا اگر محبوب بود با این برخورد پیغمبر اکرم چگونه میشد؟ با اعتراف خود عایشه که مراد پیغمبر اکرم غیر از علی ابن ابی طالب کسی دیگری نیست اینجا بود وقتی که آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وقتی که آمد پیش پیغمبر اکرم فلما ما رآهو وقتی که پیغمبر اکرم او را دید افرد الثوب الذي كان عليه اون لب پارچه ای را که بر بدن مبارک بود کنار زد ثم ادخله فی امیر المؤمنین را زیر آن پارچه برد فلم یزل نه یحتزنه، او را به بغل گرفته بود آنقدر امیر المومنین در بغل پیغمبر اکرم بود حتی قبضه و یدهو علیه تا زمانی را که مرگ فرا رسیده است پیغمبر اکرم دستش روی دست آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که در بعض روایات دارد که آقا رسول اکرم اونجا هزار باب از علم به او آموخت که از هر بابی هزار باب از علم گشوده می شود. اون محبوبیت علی ابن عبی طالب به نسبه به خلق و به نسبه به خدا که احب به مخلوقین پیش خداوند نان و به این حدیث استدلال می شود که محبوب منحصر به فرد بین صحابه آقا علی ابن ابی طالب بود و دیگران محبوبیت نداشتن پیش پیغمبر خدا و الا اگر محبوبیت داشتن این کیفیت برخورد نبود با اینکه اون خلق حسنی را که رسول خدا داشت چون اینجا دیگه بیان مستاق محبوبیت است مسئله تعارف نیست حالا میاییم بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید آیا کسی را که محبوب ترین فرد خلق خدا و محبوب رسول خدا باشد او احق به خلافت است یا کسی را که پیغمبر اکرم اینها را دوست نمی داشت و با آنها نمی خواست در آخرین وقت حیات خودش با اینها اصلا صحبتی داشته باشد محبوب ترین خلق خدا پیش خداوند منان و محبوب ترین خلق پیش پیغمبر اکرم با این دو روایت کاملا دو طرف قضیه معلوم خواهد شد محبوب ترین خلق خدا کیست و اون کسانی را که پیغمبر اکرم محبوبشون نمی داشت و دوستشون نمی داشت کی بودند غذاوت با بینندگان خواهد بود خدا همه ما را از پیروان محبوب تلین خلق خدا پیش خداوند منان و رسولش قرار بدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته